من هرچی فکر کردم احساس کردم که آقای رفیعی این از ته قلبم دارم میگم این سیمای آزادی ما رو وصل میکنه به کوههای مردشت، ما رو میبره پاسارگاد، ما رو میبره جلوی مجلس ارتجاع در کنار هموطنان مارباخته، ما رو میبره تو اقصانوغات میهن عزیزمون ایران، ما رو با اونجا، ما رو با اونا وصل میکنه. این من فکر میکنم که این سیمای آزادی پل پیروزیه، باید بهش گفت پل پیروزی. من که احساسی دارم نسبت به سیمای آزادی اینه که آقای رفیعی وظیفه ما تو این شرایط اینه که ما هم بیایم کمک بکنیم، همیاری بکنیم، ستونهای این پل پیروزی رو هرچی محکمترش بکنیم. و همینطور درودهای فراوان به سیمای آزادی که همه پیامهاش چون رهاتر از آتش، چون رساتر از فریاد و چون فراتر از تأثیر است. گذر کند چون تیر در دل دشمن و گذر کند چون نسیم از در خانه دوست که مرهمی باشد برای درد و رنج یکایک آنان. بله واقعا با وجود سیمای آزادی فرقی نمی کنه که در کجای این کره خاکی هستیم، مهم اینه که این پیام رو گرفته باشیم، ایستادگی و به آرمان آزادی ایمان داشته باشیم تا پیروزی، و به قول خواهر مریم تا بن استخوان به پیروزی یقین داشتن که اون رو همه ما سرلوحه راهمون قرار بدیم و تا بن استخوان به اون ایمان داریم. این عظمت فدای مجاهدین که من با دست چشم خودم دیدم و آتش عشقشون به آزادی و صداقتشون در راهشون، من از این جایگاهی که داشتم تو گفتم بکاز تو آمریکا بهترین دانشگاه‌ها و شرایط جذب کرده تا از یه سرباز پشت جبهه بشم که بزرگترین افتخاره، و دونه دونه به مسئولین، نفر اولش خواهر زهرا که من الان سلام بهشون برسونم که من شاهد بودم در طول چند سال گذشته چجوری کار کردن تا این تک تک مسائل پزشکیشون حل بشه. من خودم با چشم خودم دیدم که پولی که بچه‌ها جمع کردن از هوادارا و پولایی که به اصطلاح به دکترها، به جراحا، به دواها، معلوم ببینید جعبه دوا دارم پیشم اینجا، دواهایی که بچه‌ها پیدا نمی‌کنن، با اونجایی که من دیدم و شاهد بودم یک قرون از خرچهای پزشکی بچه ها رو هیچ کسی جز خود بچه ها نمید. و اینو من تو هر دادگاه حقوقی و پزشکی و تخصصی هم خواهم کنم. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل ولایت فقیه.